سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما را همراهی میکنید. امروز میخواییم بهتون موثرترین روش‌های طبیعی تقویت چشم را بگیم. پس همراه ما باشید. چشم حساس‌ترین عضو بدن هست و در عین حساسیت زیاد در معرض تهدیدات محیطی فراوانی است. این در حالی است که بیش از 70% اطلاعات زندگی ما از طریق چشم دریافت می شود و اعضای دیگر فقط تا حد محدودی امکان جایگزینی چشم را دارند. چشم حس بینایی را به ما می دهد و البته از نظر جانبی در زیبایی انسان هم تأثیر زیادی دارد. این عضو در بدن حساس ترین می باشد. چشم انسان یکی از حساس ترین نقاط بدن انسان است که به راحتی آسیب می بیند و باعث عفونت در بدن می شود و حتی می تواند انسان را از پای در بیاورد. در این ویدیو می خواهیم در قالب 3 روش که هر کدام به روش های مرتبط تقسیم می شوند به شما به صورت مرحله به مرحله و تصویری آموزش خواهیم داد که چگونه می توانید بر روی قدرت بینایی خود این بار تأثیر مثبت بگذارید. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. چشم یکی از پرکاربردترین، دقیق‌ترین و البته در معرض آسیب‌ترین قسمت‌های بدن هستند. روزانه به اشکال مختلف از چشم خود با هدف‌های متفاوت استفاده می‌کنید و در گذر زمان به دلیل استفاده نادرست و یا استفاده بیش از اندازه بر روی قدرت بینایی خود و سلامت چشم‌ها تأثیر منفی می‌گذارید که نیاز است کم کم به فکر تقویت و البته ترمیم بخش‌های آسیب دیده خود باشید. حتی اگر از سلامت کامل چشم‌ها برخوردار هستید، با این روش‌ها به هر چه بهتر شدن و دقیق‌تر شدن قدرت بینایی شما کمک خواهد شد. 1. روش‌های طبیعی تقویت چشم. مورد اول، چشم‌ها را تغذیه کنید. چشم‌ها همانند سایر اعضای بدن به مواد معدنی برای ادامه کار احتیاج دارند. اما آیا شما نیازهای چشم را تمام و کمال مهیا می‌کنید؟ بهترین رژیم برای چشم‌ها رژیمی است که سرشار از میوه و سبزیجات خالی از قندها باشد. ویتامین‌های E، A و C هر کدام به تنهایی نقش مهمی در سلامت چشم‌ها دارند که در کنار آنها مواد معدنی همچون مس و روی می‌توانند این روند را تکمیل کنند. این ویتامین‌ها و مواد معدنی نقش بسیار مهمی در کار و سلامت چشم‌ها و قدرت بینایی دارند که می‌توانید آنها را در مواد غذایی همچون توت فرنگی، مرکبات، سبزیجات، ماهی سلمون و غیره بقیه ویتامین‌ها و البته گوشت بوقلمون و غذاهای دریایی برای مواد معدنی مفید فایده هستند. آنتی اکسیدان‌ها همچون بتاکاروتن، لوئیتون و غیره در محافظت از شما در برابر نور خورشید و اشعه های آن می توانند مفید باشند. این آنتی اکسیدان ها در سبزیجات با رنگ تیره، آلوها و همچنین هویج به وفور قابل دریافت هستند. مصرف روزانه 1000 میلی گرم روغن های حاوی امگا 3 می توانند تا حد بسیار زیادی از مشکلات چشم همچون خشک شدن چشم ها جلوگیری کنند. سیر و پیاز را از برنامه غذایی خود به هیچ عنوان حذف نکنید. مورد دوم، چشمانتان را ورزش دهید. بله، چشم‌ها هم به نوبه خود باید ورزش داده شوند. ولی احتمالاً با ورزش‌های چشم آشنا نیستید. این ورزش‌ها تأثیر بسزایی در سلامت چشمان شما دارند و این ورزش‌ها باید هنگام بیدار شدن از خواب، قبل از خواب و هنگامی که احساس خستگی در چشمانتان دارید، اینها را انجام دهید. چشمانتان را به صورت دایره‌وار 10 بار در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و سپس این کار را 10 مرتبه دیگر در جهت عکس تکرار کنید. انگشت شست را در فاصله 12 تا 18 سانتی متری بینی خود نگه دارید و سپس سعی کنید به آن خیره شوید و پس از چیزی حدود 5 ثانیه خیره شدن به آن به اجسام پشت شست نگاه کنید و این کار را 10 مرتبه در چیزی حدود 2 دقیقه تکرار کنید. کف دستان خود را به یکدیگر مالش دهید تا دمای آنها بالا رود. سپس کف دستانتان را به آرامی بر روی چشمان بسته برای 10 ثانیه نگه دارید و این کار را 5 بار تکرار کنید. اطراف چشم از قبیل پیشانی، زیر چشما و گیجگاه را با انگشت شست به صورت دایره وار ماساژ دهید. مورد سوم، چشمان خود آرامش دهید. یکی از مهمترین موارد در این زمینه خواب کافی برای دادن استراحت کامل به چشمان است که باید با دقت ساعات خواب خود را برای داشتن خواب کافی زیر نظر داشته باشید. همچنین در حین کار می توانید به چشمان خود این استراحت را بدهید. در حین کار
گهگدار چشمان خود را برای 3 تا 5 دقیقه ببندید. به یک جسم که فاصله دورتری از شما دارد برای مدتی نگاه کنید. برای هر 50 دقیقه کار در جلوی تلویزیون، کامپیوتر و یا گوشی و غیره سعی کنید با تکنیک های بالا 5 تا 10 دقیقه به چشمان خود استراحت دهید. 2. از چشمان خود مراقبت کنید. مورد اول، مرتب چشمان را بررسی کنید. اگر بنا به هر دلیلی احساس می کنید که دید شما با گذشته متفاوت شده است یا تصویری را واضح نمی بینید و یا هر مورد دیگری، بهتر از هر چه سریعتر به یک چشم‌پزشک برای بررسی قدرت چشمان مراجعه کنید. برای این موضوع حتی به صورت مرتب باید قدرت بینایی خود را بدون دلیل هم تست کنید و آنها را بیازمایید. در صورت مواجه با هر مشکلی در دید، بهتر از زمان را به عقب نیندازید و در سریع‌ترین زمان ممکن به پزشک خود مراجعه کنید. زمان را از دست ندهید. مورد دوم، از عینک با لنز مناسب استفاده کنید. چنانچه شما تصمیم به استفاده از عینک گرفتید، می بایست لنز عینک را پزشک متخصص شما برای شما تجویز انتخاب کند. به هیچ عنوان از عینک های دیگران صرف این که چشمان شما با آن به خوبی می بیند استفاده نکنید. 3. یک محیط مناسب برای چشم ها بسازید. مورد اول، نور محیط را تنظیم کنید. نور را باید ملایم کنید که در این زمینه استفاده از نور لامپ‌های فلورسنت به تنهایی تا حدودی برای چشمان شما تأثیر منفی می‌گذارند. هنگام مطالعه منبع نور باید در پشت سر شما قرار بگیرد و مستقیماً به کتاب و غیره بتابد. در روی میز خانه یا کامپیوتر از چراغ‌های مطالعه یا چراغ‌های سایه‌دار استفاده کنید. باید به صورتی باشد که نور به میز کار به خوبی بتابد، ولی با یک محافظ از برخورد مستقیم نور به چشمان شما جلوگیری شود. از تماشای تلویزیون یا کار با کامپیوتر و گوشی در نور کم و تاریکی جداً پرهیز کنید. مورد دوم، هوای محیط را بهبود ببخشید. خشکی چشم عواقب جبران ناپذیری دارد که درصدی از این خشکی به محیط و هوای اطراف شما مربوط می شود که تا چه اندازه مرطوب است و پس وجود هوای مرطوب بر عملکرد چشمان شما تأثیر مطلوبی دارد. از دستگاه های تولید کننده بخار استفاده کنید. از کولرها با درجه کم استفاده کنید. سیگار و دود سیگار اثر مخربی بر چشمان شما دارد. از آن دوری کنید. در صورت نیاز از اشک‌های مصنوعی استفاده کنید. نبایدهایی برای تقویت بینایی و چشم. از مصرف گوشت‌های خشک و فرآورده شده تا حد امکان پرهیز کنید. مصرف غذاهایی مانند حلیم و کله پاچه را به حداقل برسانید. مواد غذایی نقف و تحریک کننده معده و روده مثل عدس، پیاز، سیر، تره، شاهی، بادمجان، باقلا، لوبیا، کلم، شیوید و زیتون خام را کم کنید. خوراکی های ترش مانند سرکه، سیب ترش برای بینایی خوشایند نیستند. مصرف زیادی خوراکی های شور مانند کنسرو ها، خیارشور ها، چیپس و وافک دلیلی است برای ضعف بینایی شما. در حالت سیری هرگز به خوردن ادامه ندهید. شکم پرخوابیدن از علل دیگر ایجاد ضعف چشم شماست. و در آخر به این چند توصیه خوب گوش کنید. بهداشت خوب چشم ها را با شستن صحیح آنها با آب سرد و یا گلاب در هر روز حفظ کنید. گلاب در کاهش فشار چشم و خارش به ویژه در تابستان مؤثر است. از لمس کردن چشم ها بدون شستن دست ها پرهیز کنید. وضعیت لنز های طبی خود را بررسی کنید. از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب بسیار دوری کنید و زمانی که در معرض نور خورشید قرار میگیرید، عینک آفتابی محافظ و یا کلاه خود را بپوشید. به صفحه تلویزیون با صفحه کامپیوتر خود خیره نشوید، چون به فشار چشم کمک میکند. هنگام کار با کامپیوتر، مانیتور را در فاصله مناسب حدود 18 تا 24 اینچ دورتر قرار دهید. ارتفاع صفحه مانیتور باید درست در پایین سطح چشم باشد. هر 20 دقیقه یک بار وقفه های بصری مکرر داشته باشید و چشمان خود را آرام کنید. از مطالعه در نور کم خودداری کنید، چون باعث فشار روی ماهیچه های چشم می شود. عینک هایی را که مناسب نیستن استفاده نکنید. این برای کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد. همیشه از لوازم آرایش چشم با کیفیت خوب استفاده کنید و لوازم آرایش چشم قدیمی خود را دور بریزید. چشمان خود را به طور غیر ضروری مالش ندهید. امیدوارم دیدن این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا چشمانتون رو حسابی قوی کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما در فارسینت زنگوله که کنار سابسکرایب رو هم بزنید.
شب روزتون خوش.